روزه ما رفتم، میگم یک دفعه رفتم یک خانه تعزیه در آورده بودن، تعزیه امام حسن. اینقدر من اونجا گریه کرده بودم که وقت اومدم پایین چه جلو پای ما نمیدیدم. بچه بودم و اوقت بزرگ نبودم که مثلا چیز کنم، از بس گریه کرده بودم که مثلا نمی بلان صد آیشه سوار عصب شده بود و یارانش میگو تیری بزنی بنی امیه نحش حسینین فاطمیه. باور که ما دوجا جیغ میکشیدم، داد میزدم. نه اینقدر مادر بزرگم از بس علاقه داشت تو خانمون تعزیه در می آورد. خود مادر بزرگم مثلا میمدن شبه اماما در می آوردن، مثلا یک امام حسین می شود، یک زینب می شود، یک علی اکبر می شود، یک قاسم می شود، یک ابوالفضل می شود. ما هم خونمون ها تعزیه خانی داشتیم. بعدم همی که حاج آقامون میگه که او زمان رضا شاه ما که کوچک بودیم نمیدونستیم چه خبره، زیرزمینی داشتیم. زیرزمینی داشتیم، آخون اومد زیرزمینی برای مادر بزرگم روزه میخوند. من قدغن بود، یادم آخر مادر بزرگم تعریف میکرد برامون. مادر بزرگم مثلا او وقتا چیز نبود، کچل بود، خب دیگه چیز نداشت. میگه ما رفتیم به چیز از طریق همی ماموره دولت میومد. میومدن و میگفت چرا تو به فلونه جا شدی و سلخ چیز چادر روسری دستر در نداشتی. بعد بابا بزرگم گفته بود خانم چرا اومد به مسجد از این پلتوه بلند داشتن به تنهاشون. یک دفعه کوچک بودم من، یک دفعه برد اونجا تو مسجد، بعد بر صندلی من شستن و بعد میگفت که چرا تو مثلا روسری سرت بوده بود، چرا روسری از سرت نداشته بود. بعد یک آقای بود، آقای حجی معین میگفتن اون وقتا، او یک خورده مثلا از همه مثل که بالاتر و چستر بود. بعد میگفت که ده موجا این مادر بزرگم ما رفتم با خونه اونا، مثلا یک وقت کار چیز داشتیم ما رفتم بوجا. بعد میگه دید حمید دم بابا بزرگم، گفت حمید دم در خونه آقای حجی معین، میگه دی که ای بو ما و همی کت خدا، او وقتا کت خدا منش بود، کت خدا بود، بو ما و همی روسری از سر من ورداشت. و اینقدر ناراحت بود که همیشه ما گفت ما رنچی بی آبرو مثلا چیز کرد. با شاه بود، کس نبود خبر بده که الان مامورا میریزن. چرا دیگه همو مامورا بوده بوده. نه نه نه، مادرم بیرون نمیشه، اصلا بیرون نرفت. خیلی این چند تا بعد که دیگه زهره رضا شاه از دو وردشتش و پهلوی بود، معمی محمد رضا شاه اومد دیگه، یه خورده مثلا مردم چیز شد. اگر نه که خیلی بد بودی. خب بعد توی روزه خونی ها آجامان ها مثلا نیمدن مامورا بیان بگیرن چه روزه میکنین یا واسه که خب دپنا روزه میخوندن دیگه. بعد از محمد رضا دیگه روزه مثلا چیز شد، یه خورده آزاد شد که مردم روزه میخون و اینا. همه خدا شاهده برگزار میکردم و هیچ وقت زیادم نمره حاجه خانم. خیلی مادر بزرگم همیشه ماشاءالله نصف شب برمخواستم گفت اینقدر خدا رو یاد میکرد، استغفرالله میکرد، لا اله الا الله، نماز شب میخوند مادر بزرگم. خیلی همیشه میگفت خدا از سر تقصیرات ما بگذره، خدا یا ما تا نیامرزی از این دنیا نبریم. همیشه میگفت که دم از اون شاهی زنم که از مصطفی دختر گرفت، با دو انگشتی مبارک قلعه خیبر گرفت، بند بربر را گرفت و کام هیجدر را درید، جانشین مصطفی شد و یه بر منبر گرفت. اون امام هر دو عالم یمن عم مصطفی است، گز علی مهر حسن و آل او بر جان ماست. مهر علی حسن همیشه اینا میخونه. قرآن داشت، قرآن میخونه،
وقتی که قرآن نمی‌خوندم ماه مبارک میشون باور کو که خونمون بزرگ بود اصلا جانه بود از بس کردم ما یک کلم گرفتیم یک کلب فاطمه بود خودش بیامرزه زن خوب بود مثلا هر آنی که اون اومد دیگه اول قرآن شروع میکرد بعد از پستا همه دور میکردیم دیگه وقتی که چیز میکردیم ما هم من شست این ده پاشو همیشه جلسه قرآن دخونمون بود بعد از مادر بزرگ براتون قصه ای؟ نه مادر بزرگم قصه بود صورت نمیکرد مادرتون روزه ها خیلی زیاد میرد خیلی مادرم هم مثل مادر بزرگم با خالش بود فامیل بودیم ما پدر بزرگ با پدر مادرم آخونده بود ابو بچه ملایی میکرد آخونده بود ملا اسماعیل میگفتن ملا اسماعیل فامیل شما سلمانی میشه مادرم پدر مادرم مادر بزرگتون چطور؟ مادر بزرگ مادر مادری من که میگم رقیه اسمش رقیه بوده بود نه این مادر بزرگی با تو زندگی میکرد مادر پدری اون مادر پدریم بود خدیجه کلب خدیجه مو گفتن خدیجه خانم مؤمنی بله بعد مادر بزرگتون که شهربانو خانم فامیلشون میگه اون وقتا مو گفتن دختر کلب غلام رضای قصاب خاطرتون نیست نه نه مشهور بود باباش قصابی میکرده بود بابای مادر بزرگم بابا بزرگ مادرم قصابی میکرده بود مو گفتن دختر کلب غلام رضای قصاب و اسم بیبی هم رقیه بود اسم ای مادر بزرگم که میگم مادر پدرم خدیجه بود که مادر بزرگتونم که ملا بوده مادر بزرگم اسماعیل مثلا سلمانی خب بعد یعنی درس خوندم ملا شد بله همی درس کتابی همی کتاب خزانه لشوار کتاب جودی کتاب طوفان خیلی کتابا بود پدر بزرگم کلب غلام علی است. شب چله اومدم متخلفات دیگر بادوم از تک تف میدادیم بادوم تف میدادیم آجیل دور هم بشیم تخمه تف میدادیم دور هم دیگر این همی خسیرم خودش بیا مرزه برای ما مومه قصه تعریف میکیم از چیا مثلا؟ مثلا از همی دوره قدیمی هایی که ما بودن از محن علی سردار نمیدنم از کی مومد منشست و برای ما مخون بعضی ها داده از امام حسین و از امام دیگر اونا همی خسورم پدرش ملا بوده بود ملا حسین کلمه حد باقر ملا حسین ایشون هم ملا بود اینا همه دیگون آباد ما و عدمه قدیم همه ملا بوده انگار کنه همی قد بدونی نه از مرتب بعد اون زمان مرجع تقلید کیا انتخاب میکرد؟ که مرجع تقلید همینی که آقا صحبت میکرد مثلا او وقتا مرجع تقلیدی بود صورت نبود که مثلا چیز کنن آقای بروجدین اینا بود اون گفتن این مادر بزرگم که تعریف میکرد بله. تقلید از اونها میکردن از مادرتو میگین به چی توش روستا شهره بودن به چی مشهور بودن؟ مادرم با همی بچه داری فرد بافی نه چیزی